بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه بچه های گل و پر انرژی هشتمی و بقیه بچه هایی که میخوان توی این کلاس باشن و ببینن کار ما رو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سرسلامت باشید، قبراق با انرژی. میخوایم یه کلاس توپ رو با همدیگه شروع بکنیم، انشالله امروز بهتری کنیم. شروع تدریس ما برای سال هشتم امروز هستش و ازتون میخوام که پر انرژی با هم دیگه میخوایم شروع بکنیم. شما هم پر انرژی باشید، ایشالله نتیجه خوبی بگیرید. خب همونطور که میبینید بچه ها، ما اینجا گفتیم که میخوایم چی کار بکنیم، یعنی شما تکلیفتون مشخصه. توی این جلسه ما میخوایم 15 دقیقه اول رو میخوایم درباره ویژگی های کلاس، درباره منابع مورد نیاز، درباره ویژگی های جزوه و هر چیزی که شما نیاز داشته باشید برای این کلاس صحبت بکنیم. 5 دقیقه بعدیش میریم سراغ سوالات شما. اگر سوالی ابهامی توی ذهنتون باشه اونا رو برطرف میکنیم. هر سوالی داشته باشید بپرسید. حالا من اونایی که میشه اینجا جواب میدم یا نه توی استوریا، توی عرضم به حضور شما که اطلاع رسانی بعدی همه رو جواب میدم. یعنی این سوالات شما همش اینجا ذخیره میشه و من میبینمشون. نگران نباشید. ما امروز هلوش 1 ساعت 55 دقیقه تدریس داریم. یک تدریس فوق‌العاده پایه‌ای ولی با انرژی. یعنی تدریس امروز ما از منفی 100 شروع میشه، یعنی کسی که صفر مطلقه، یعنی یه نفر که اصلا نمیدونه عربی چیه شروع میخواد بکنه، اینجا میتونه نکات رو یاد بگیره. شروع میکنیم تا بالاترین 100 میریم با هم دیگه ایشالله. این از این و 5 دقیقه آخرم باز اگر سوالی تو ذهنتون مونده بود، ابهامی داشتید، باز در خدمتتون هستیم و به سوالاتتون جواب میدیم ایشالله. این آنچه خواهید دید این کلاس ما هستش. خب اینم که رزومه منه، حالا میتونید بخونید، بررسی بکنید. راه‌های ارتباطیمون هم بچه ها توی این اسلاید آوردم، میتونید ببینید این راه‌های ارتباطی رو و حالا دربارش صحبت میکنیم بعدن. آقا متی یه زحمت بکش چت رو باز کن ببینیم چند چندیم، یه سلام علیکم پرپرسی بکنیم با بچه ها. سلام 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 به همگی، سلام به همگی، خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدید بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام به همگی، سلام به روی ماهتون، ایشالله امروز یه جلسه خوب با هم دیگه داشته باشیم، کلی هم حال کنیم و کیف کنیم و ایشالله بریم جلو. منم خیلی خوشحالم که با هم دیگه کلاس داریم. سلام به همگی، سلام سلام سلام. همین الان تا چیزی رو از دست ندیم سریع یه پیام بدید به رفیقاتون، به همه دوستاتون، چون این جلسه رایگانه دیگه، خودتون میدونید دیگه، بگید بیان این کلاس رو ببینن، خسیس نباشید، بگید این کلاس رو بیان ببینن، بذارید اونا هم پیشرفت بکنن، بذارید اونا هم آشنا بشن دیگه. اولا این جزوه رو دریافت کنن، جزوه رایگان رو ببینن بچه‌ها، جزوه‌ای که درس 1 هشتمه و کل هفتم رو توش ما مرور کردیم. اونایی که جزوه رو دانلود کردن دیدن حتماً فکشون خورده زمین دیگه، جزوه کامل با کیفیت، حالا میارم میبینیم دربارش توضیح میدیم. حتما به رفیقاتون یه پیام بدید بعدا نگن آقا ندیدیم و اینا. مخلصیم، شما خفنید. اگر شما خفن نبودید من نمیومدم پای هشتمم درس بدم دیگه. پارسال من فقط پای نهم بودم و دیدم که بچه‌ها چقدر خوبن، از همه جای ایران دارن درس میخونن، تلاش میکنن، رقابت میکنن و پیشرفت میکنن، نمرات خوب میگیرن. منم انرژی گرفتم اومدم ان شاءالله امسال هشتم میخوایم با هم دیگه بهتری کنیم. اصلا یه وضعیه، اصلا نگم براتون، اصلا یه وضعیه. نه شما خفنید، حالا تعارف دیگه، نه شما خفنید، حالا همه دارم میگه. خب خیلی ممنون، مرسی از همگی، سلام به همه اونایی که تازه اومدن دیگه وقتو، سلام به همگی. به بچهای دهم هم که اینجان که، آقا مرسی مرسی، دمتون گرم، خوشحال شدم خانم شادمان، مرسی. آره جزوه توی پنلتون هستش، خیلی خوش اومدید، خیلی خوشحال شدم، پیامتون رو خوندم، ان‌شاءالله که نتیجه خوبی هم بگیرید. برای سال دهم هم کلاس سال دهممون ساعت 8 امشبه که اصلا قوقاست، اونم که اصلا یه وضعیه. خب بچه ها یه انرژی به من بدید، یه آماده ایم همه بدید به من، میخوایم چت رو ببندیم من برم کارو شروع بکنم. همه بودو ببینن
دیگه بعد از اینکه این پیامو دادی چهارچشمی منو نگاه کن، دیگه حواست به چت نباشه، چت بسته است، میخوایم بریم سراغ توضیحاتی که شما نیاز دارید، سوالاتی که شما تو ذهنتون هستش، همه اینا رو بگیم، بعدش هم که بریم درس رو شروع بکنیم دیگه. به 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 به، مرسی، دمتون گرم، مشتی هستید، یالا، مرسی آریا، یالا و خوب اومدید، دمت گرم. خب آقا متی چت رو ببن بریم، بریم شروع کنیم. آقا ما درباره منابع مورد نیاز، اولین سوالی که تو ذهنتون پیش میاد اینه آقا ما باید چی داشته؟ الان هم داشتید سوال میپرسیدی. آقا اینه، اون جزوه خفن و کتاب خفنی که ببینید اینه، این جزوه بچه جزوه رایگان جلسه اوله، فوق العاده با کیفیت، اصلا حالا برین توش میبینید دیگه، کف و خون قاطی میکنید. این که هیچ، توی صفحه اول اینم بچه ها من گفتم این جزوه بخشی از کتاب توربو پلاس عربی هشتمه. ما کتابایی که امسال میخوایم کار بکنیم، کتاب و جزوه اصلی ما، خوب دقت کن دیگه سوال نپرسی ها، کتاب و جزوه اصلی ما بعد از کتاب درسی، بعد از کتاب درسی، کتاب توربو پلاس هشتمه. پس اون کسایی که سوال پرسیده بودید که آقا این جزوه رو پرینت بگیریم، نه این جزوه پرینت نمیخواد، ما یکی دو جلسه شاید سه جلسه روی این جزوه ایم، چون درس یک هشتم مرور کل هفتمه، خیلی وزن سنگینی داره این درس، میخوایم مرورش بکنیم، کل هفتم مرور کنیم، پایتون رو بسازیم، اون کج و کلیهش رو بگیریم، صافکاری نقاشی کنیم، بیاریم بالا. خب منتها این کتاب بچه ها از یه هفته دیگه، نهایت یه هفته دیگه لینک سفارشش فعال میشه، اطلاع رسانی میکنم، راه اطلاع رسانی هم گذاشتم اونجا براتون دیگه، میرید سفارش میدید، رایگان میارن دم در واحد آپارتمان، دم در خونتون، هر جا هستید رایگان، ارسالش رایگانه. بنابراین تا یه هفته در روز دیگه این کتاب دستتونه. حالا این کتاب شامل این جزوه هم هست، بنابراین پرینت نمیخواد، این از این. پس این جزوه پرینت نمیخواد، همینو داشته باشید، فقط یه کاغذ قلم الان پرشالتون باشه، دم دستتون باشه، که اگر نکته گفتم تمرین بکنید اینجا اینو بنویسید، داشته باشید دیگه، رو هوا نمیتونید بنویسید که، اینم داشته باشید. پس این جزوه پرینت نمیخواد تا این کتاب به دستتون برسه. این کتاب که به دستتون برسه به همراه کتاب درسیتون میشه منبع اصلی کار ما. حالا این جزوه چیا داره؟ خوب دقت کن، حواست باشه، قواعد رو گفتیم، کلی مثال، نگاه کن کلی مثال، دونه دونه این نکته رو ما میگیم، دونه دونه مثال ها رو حل میکنیم، با هم دیگه میریم جلو. این از این قواعد رو گفتیم، همه رو اومدیم کجا؟ بیا این قواعد، این همش برای هفتم ها، این همش مروره هفتم، اسم اشاره، نمیدونم اسامی حرکات، کلمات پرسشی، عدد اصلی، شمارش، اینا رو همه رو گفتیم، اینا رو داشته باش، نمونه سوالی که با هم دیگه باید حل بکنیم، و بعد از درس تومه بچه ها ما متن کتاب رو هم به این شکل تر و تمیز، شیک، مجلسی آوردیم براتون، و ترجمه درس. اوه 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 اوه، خیلی خفنه، ترجمه درس هم من اینجا برات آوردم، یعنی تو فقط بعد یاد، فقط بعد بخونی، تمرین بکنی، آمادگی داری، سر کلاس مدرسه رفتی، فقط اونجا باید گوش بدی، بتره کنی بری جلو. پس ترجمه رو داری، زیر هر خط ترجمه بچه آنالیز متنم برات گذاشتم، اون چیزی که تو سطح یادگیری شماست، حالا قواعد درسه، اون درسه یا قبلشه، زیرش من گفتم اینم آنالیز متن. بعد تست گذاشتیم براتون که آقا شما از هشتم، درسته از نهم به بعد بحث تست و مدارس نمونه دولتی و آزمونا و اینا مطرح میشه، اما از هشتم هم یه نیم نگاه، یه گوشه نگاهی داشته باشی، تو آب نمک چند تا تست هم زده باشی، جای دوری نمیره که بر نمیخوری که، چند تا تست هم با هم دیگه زده باشیم. حالا اونایی که فعالترن، اونایی که پیگیرترن، درس خونترن، همه تستا رو میزنن، با هم دیگه رفع اشکال میکنیم، میریم جلو، میتره کنیم، اونا هم که نمیخوان نرمال درس بخونن، اوکیه، یه نیم نگاهی به تست داشته باشین، یه دفعه تو سال نهم تصادف نکنید با تست، این خیلی مهمه، بعضیا سالشون که عوض میکنه با مباحث سال بعد تصادف میکنن، یعنی یکی دو ما گیجن،
تا حالا به هوش بیاد ببین ای چی شده، رقیباش رفتن جلو. این از و پاسخ تشریح تستا هم برات گذاشتیم و همه چی داره. یه نکته دیگه، این کتابی که کتاب توربو پلاس هستش، یه سری چیزای دیگه هم داره که اونا رو هم ببینید دیگه غافلگیر میشید. الان نمیگم، الان لو نمیدم. کتاب که آماده شد، رونمایی که کردم اونجا میبینید. بنابراین منبع اصلی ما بعد از کتاب درسی، کتاب درسی شما همیشه کنار دستتون باید باشه سر کلاس، به علاوه این کتاب توربو پلاس عربی هشتم که میبینید، کامل 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 دیگه، هیچ چیزی شما نیاز ندارید، همه چی توش هست. این از منبع درسی که ما امروز میریم سراغش. خب آقا شما یه راه ارتباطی گفتید، راه ارتباطی چیه؟ بچه این پیج های اینستاگرام رو حتما داشته باشید، حتما. چرا؟ به این دلیل که ما تمام اطلاع رسانی هامون ناچاریم که از این راه باشه دیگه. یعنی من نمیتونم بیام به تک تک مسیج بدم، پیام بدم، یا واتساپ پیام بدم، شماره هاتون رو ندارم من که. من میگم آقا مثلا این جلسه آزمون داریم، البته اعلام میکنیم ما توی هر کلاس، جلسه بعد کاری که میخوایم بکنیم و اعلام میکنیم، اما مثلا خبری میخوایم بدیم، اطلاع رسانی، لینک سفارش جزوه میخوایم بذاریم، لینک میخوایم بذاریم، اطلاع رسانی ها همش توی این پیج های اینستاگرامی که دو تاش یکیش برای بچهای 10 11 12 بیشتر اتفاقات کنکوری اونجا میفته، wahab.askari_arabi. اون یکی هم که wahab_askari_paye بیشتر برای شماست، بچهای پایه حتما اینو داشته باشید، اطلاع رسانی اونجا و تو پیج کلاسینو پایه هستش. یعنی این دو تا پیج رو داشته باشید. کانال تلگرامی داریم عربیک وهاب که اونجا جزوات رو، بعضی از جزوات، نمونه سوالات، ویدیوها رو می‌خوایم بذاریم. یه کار خفنی که می‌خوایم بکنیم برای این کلاس کتاب توربو پلاس، اون قسمت‌های تمرینات رو می‌خوایم ویدیوهاش رو به صورت ویدیویی توی کانال بذاریم، خیلی خفنه. و ما دو راه بچه‌ها رفع اشکال هم داریم. یک این خط واتساپی از 0933-825-39-36 برای ارتباط و رفع اشکال. از این جلسه سه‌شنبه تا جلسه بعد رفتی تمرین کردی، یکی دوتا باکس بعد عربی بخونی دیگه، داری تمرین میکنی، یه جا گیر میکنی، سوال برات پیش میاد، سری گوشی رو بر میداری، به این شماره پیام میدی، آقا عکس میگیری یا وایس میدی میفرستی، جواب تو ظرف 24 ساعت خودم، نه کسی دیگه، خودم جواب تو میدم. بنابراین راه اول رفع اشکال ما این شماره واتساپیه، پیام واتساپی. و خود پنلتونم بچه‌ها، کسایی که ثبت نام میکنید، خب بعضیا هنوز ثبت نام نکردن که ان همه ثبت نام میکنید و میترکونید، توی پنلتون، پنل کلاسینوتون، اونجا هم یه بخشی از رفع اشکال، اونجا هم میتونید، کسایی که واتساپی نیستن، کسایی که اصلا گوشی ندارن، فقط با پی سی و لپتاپ این هستن، راه برای رفع اشکال زیاد، نگران نباشید، اوکیه. اونجا هم میتونید رفع اشکال بکنید، اونجا هم بررسی میکنم، جوابتون رو میدم. خب ویژگی کلاس ما، یک، تدریس کامل همه مباحث از صفر مطلق. یعنی چی؟ یعنی یه نفر از همین داری رد میشی برداری بیاری اینجا بشونیش، من بهش عربی یاد میدم. یعنی اینجوری نیست که بگم آقا حالا شما اینا رو میدونید بریم یه مطالب جدید، نه، قبلی ها رو ردیف دستبندی میکنیم، یاد میدیم، کسی که بلده مسلط بشه، کسی که بلد نیست یاد بگیره مسلط بشه، تا بالاترین سطح. بالاترین سطح یعنی چی؟ یعنی تو آماده بشی که اگر از همین مبحث سوال کنکوری اومد امسال بتونی جواب بدی. برگریزان بود نه؟ این ادعایی که کردم برگریزانه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا تو الان سال هشتمی، اگر از این مبحث سوال کنکور اینجا پارسال می آوردم، کلیپاش هست، از اسم اشاره سوال کنکور می آوردم، بچه ها حل می کردن، جواب می دادن، توی دایرکت جواب می دادن، توی سر کلاس سوال کنکور ما حل می کردیم. بنابراین وقتی میگم بالاترین سطح یعنی دوازدهم و کنکور. کتاب اختصاصی ما داریم، کلاسمون کتاب داره، کتاب دیگه، کلاسمون کتاب داره. البته ما اگر ببینیم که نیاز هستش کتاب کار کمکی مثل پارسال معرفی میکنیم، حتما معرفی میکنیم. بچه‌ای که بیشتر نیاز به تمرین دارن، بیشتر نیاز به کار دارن، حتما کتاب کار دیگه هم معرفی میکنیم، اگه خواستن اونا هم بخرن. ولی اصل کارمون، جزوه اصلیمون همین توربو پلاس. خب گفتیم دیگه، کتاب اختصاصیمون درسنامه، مثال، نمونه سوال تشریحی،
به مقدار زیاد نمونه سوال تستی، نمونه سوال امتحانی، ترجمه متن‌ها، پاسخ تمرین، همه چی هست. همه چی این کتاب داره. یکی دیگه از ویژگی‌های ما، دو سه دقیقه وقت داریم سریع بگم، یکی دیگه از ویژگی‌های کلاس ما بچه‌ها تعامل و پرسش و پاسخ. یعنی اگر نشستی پشت لپتاپ، گوشی، هر چیزی هستی، باید شیشتونگ حواست به هم باشه. من استراحتم میدم سر کلاس ها وسطش، حالا 5 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه استراحت میدم برای اینکه مغزه ریست بشه. اما تعامل و پرسش و پاسخ داریم حتما. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو باید اگر سوال پرسیدن باید جواب بدی، حداقل توی چت. حالا اومد رو خط با وایس و صدا و اینا بود که فبل مراد پارسال داشتیم به وفور، امسال هم داریم ایشالله، ولی اگر نیومدی اینجا پرسیدن باید فعال باشی. بچه ها من یه بخشی از قضیه یادگیری هستم، من یه بخشی از فرایند و پروسه یادگیری شما هستم. فقط با نگاه کردن هیچ اتفاقی نمیفته. حرف همیشه گی من همه جا هم میگم، تکراری شده برای بعضی. آقا کسی با نگاه کردن فوتبالیست نمیشه، کسی با نگاه کردن بازیگر نمیشه. باید بلنشی تمرین کنی برای بازیگر شدن، باید بلنشی بدن تمرین کنی، بیان تمرین کنی، میمیک تمرین بکنی، دیالوگ حفظ بکنی، حس بگیری. نمیتونی فقط بشی آقا فیلم نگاه کنی و بهترین فیلم‌ها رو من نگاه کردم، بلند میشی جلو دوربین گند میزنی. برای فوتبالیست شدن، برای موزیسین شدن و برای درس خون شدن، برای پیشرفت کردن توی درس، باید کار کنی، باید تمرین حل بکنی، باید مشارکت بکنی. تکلیف داریم علی‌رغم فکر باطنی شما، ما تکلیف داریم اینجا. یعنی پیش خودت نگی آقا ما یه کلاس آنلاین ثبت نام کردیم، میبینیم، میگیم، میخندیم و نمیدونم، نه اینا نیست. ما یه جلسه در میون توی 8 ما 10-12 جلسه داریم، یعنی 6 سری تکلیف شما میدیم. حالا یکی دو جلسه اول که نه، کتاب به دستتون برسه اینا به کنار، از جلسه دوم سوم به بعد ما تکلیف داریم و تکالیف رو هم نگاه میکنم، حواستون باشه تکلیف داریم. چون باز یه 10-20% از اون فرایند آموزش، اون پروسه آموزش، اون تکلیف نوشتن شماست. اینم هست. آزمونک جلسه به جلسه به علاوه تحلیل آزمون، باز از 2-3 جلسه دیگه ما شروع میکنیم کویز. آزمونک همون کویزه، کویز 5 تسته، 5 سواله داریم قبل از شروع کلاس. میگیم آقا مثلا جلسه بعد کویز داریم، کویز رو شرکت میکنی، بعد از کویز میتونی وارد کلاس بشی. کویز هم اجباریه، آزمون هم اجباریه و اینجا هم درصدتون رو میبینم من. حالا اگر خواستید کسی دوست داشت میخونم درصدش رو، اگر نه خودم میبینم و بررسی میکنم میزان پیشرفتتون، پسرفتتون، همینا رو بررسی میکنیم. اینجوری نیستش که ما آقا ما پولو بگیریم یه ویدیو هم ضبط بکنیم حالا دور هم هستیم دیگه هرچی شد شد. نه اینجوری نیست، باید بررسی بکنیم، باید پیشرفت شما، پسرفت شما رو باید بررسی بکنیم و در قبال اون پولی که شما پرداخت میکنید و در قبال خانوادتون ما مسئول هستیم و حتما این مسئولیت رو انجام میدیم. و همونطور که گفتم رفع اشکال توسط خودم اگر سوالی برات پیش اومد. تا کی؟ تا 12 آقا خیلی مطمئنی ما 8 ما؟ آره تا 12. وقتی که اون شماره رو داری، وقتی دایرکت اینستای منو داری، تا 12 هر سوالی توی زمینه عربی برات پیش اومد بپرس من جواب. پس میشه گارانتی ما آدم العمر دیگه. اوکی این فوق العاده است. رفع اشکال هم توسط خودم انجام میشه برای اینکه با بیان من آشنایید، با استدلال من آشنایید و با طرز تدریس من آشنا هستید. فکر میکنم 15 دقیقه اولمون اوکیه، دیگه چیزی نمون، دیگه همه چیزو توضیح دادم. خب چطور بی زحمت آقا متی باز بکن یه 5 دقیقه اگه بچه‌ها سوال دارن. بچه‌ها سوال دارید بپرسید، من جواب سوالاتونو بدم بریم سراغ درس. پیامک بدید به رفیقاتون، تدریس داریم شروع میکنیم. سری پیام بده بگو آنلاین شو، برو تو سایت ثبت نام کن، سری بیان توی پیج، سری 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 تو گروه داری بذار، گروهاتون بذار، رفیقات بذارید بیان ببینن. تکالیف از کتاب درسی و اینجا دیگه. خیلی مخلصیم، چاکریم، خفن شمایید. دیگه سوال اگه هست بپرسید، سوال اگه هست بپرسید. تکالیفو باز دارید میپرسید. به به چند درسه؟ با دست نشون بده. نگفتن؟ آه کد تخفیفم. اوه اصلا نگم براتون.
کتاب دیگه ای نه نیاز ندارید. لینک خرید توی اینستاگرام و این شماره. سوالای خوبی دارید میپرسید. کتاب درسی مدارس پخش نکرده هیچی، اوکیه. پس ما فعلا با این کتابیم. هر وقت که کتاب کلاس چند جلسه است؟ احمد علی پرسیده کلاس چند جلسه است؟ بچه ها بین 10 تا 12 جلسه، چون سال هشتم مطالب زیاد، مرسی، درس های تخفیف گرفتیم، مطالب زیاد سنگینی نداره، ولی بیس و پایه یعنی سخت نیست ولی مهمه. ما توی 12 جلسه جمعش میکنیم. فکر میکنم یه 2-3 جلسه اطلاع رسانی میشه، یه 2-3 جلسه توی تابستون تا این مرداد داریم، بعد یه استراحت مرور برنامه مطالعاتی بهتون میدیم، میریم برای از اول مهر و ایشالله میتره کنیم. کد تخفیفم میدم حتما بهتون آخر کلاس. به خاطر آزمونک ترسیدین؟ نه. ببین من یه چیزی بهتون بگم، یاد از سوال نپرسید، لفظتون شهید نشه بچه ها. جایی که بری یه چیز یاد بگیری محک نخوری، پولتو داری میریزی دور. آقا بابا پولی نیست بچه ها. واقعا کلاسی که شما دارید ثبت نام میکنید نسبت به نرم جامعه، نسبت به نرم جامعه و کلاس ها و مدارس و اینا، هزینهش خیلی پایینه، درسته؟ خب اوکیه، حالا تخفیف هم دوباره داریم میگیریم، کد تخفیفم دادم به من، اونم بهتون میگم، بریدالشو برید. ولی اصلا شما بگو 1000 تومن، شما 1000 تومنی الان تو این وضعیت پدر و مادر شما به سختی دارن در میارن. اگر جایی رفتی هر رشته، یا درس، موسیقی، هنر، ورزش، اگر رفتی یه ورزشی رو یاد گرفتی، محک نه، فقط گفتن آقا اینو اینجوری بزن، اونو اینجوری بزن، برو خداحافظ، این به درد نمیخوره. پس آزمونای ترس نداره بچا. و نتیجه شما رو فقط من میبینم، فقط من میبینم، هیچ کسی اینجا نتیجه شما رو نمیبینه، در مورد شما قضاوت نمیکنه. منم که الان دارم درس میدم، یه زمانی از صفر شروع کردم، یه زمانی صفر میزدم، بالاخره شروع کردم به اینجا رسیدم دیگه. مسی، رونالدو، خب اینا هم از صفر شروع کردن دیگه. پس ترس نداره. چند جلسه توی کلاس توی تابستون اطلاع رسانی میشه؟ فکر کنم 2 یا 3 جلسه باشه. تکلیفاتونو توی پنلتون نگاه بکنید، ارسال تکلیف داره، تکلیف رو اونجا میفرستید، آپتین پارسا اونجا میفرستید. هشتم سخت‌تره یا هفتم یا نهم؟ ترتیبشون نهم، هشتم، هفتمه. نهم از هشتم سخت‌تره، هشتم از هفتم سخت‌تره. کتاب بعد کی سفارش بدید؟ خانم مهدیان پرسیده، گفتم از یه هفته دیگه. اینا رو همه رو توضیح دادم ولی تون تون میگم برای کسی ناراحت نشه. کلاس عربی هم رفتش. مهر ماه تمام میشه یا آبان؟ نه، کلاس که مهر ماه تمام نمیشه، کلاس ادامه داره. درباره تیزهوشان بچه‌ها، برای توی آزمون تیزهوشاتون عربی نداره، ولی توی آزمون نمونه مردمی، مدارس نمونه دولتی، نمونه دولتی شما 15 تا تست عربی هستش که درباره اونم حتما کار میکنیم. مهر هستش تا قبل عید، تا قبل عید کلاس ها تموم میشه. همه اینا رو از پشتیبان میتونید بپرسید که کلاس ها کی شروع میشه و اینا، همه رو میتونید بپرسید، مشکلی نداره. هفتم رو 20 گرفتیم، امسال هم ان 20 میگیره. بچه‌ها 20 گرفتن آسونه، من میخوام شما رو آماده کنم برای ورود به 10، 11، 12. اون سبکی که من الان درس میدم، مطالبی که اینجا درس میدم، اصلا خودتون میبینید، اصلا 20 مدرسه اون که اصلا جیبته، به قول یاغی کفته، اون که هیچی، اصلا اونو ولش کن. من چطوری وارد پنل بشم؟ پنل همون جاییه که الان اومدید دارید میبینید دیگه، اون اسمش پنله. وقتی ثبت نام کردید توی کلاسی نو، حالا کلاس رو ثبت نام کردید، هزینه رو پرداخت کردید، یه دونه پنل باز میشه براتون، اونجا تکلیف و نمیدونم ارسال جزوه همین هستش. خب اینم از این. دیگه سوال؟ سوال نیست، نبود؟ خب آقا من کد تخفیف الان بگم؟ نه، بذار آخری کلاس میگم کد تخفیف. آره آخر کلاس میگم که فعلا هم تکلیف ندارید. نه، من اعتقادم اینه که تو تابستون بعد اشغال کنید، حالا بهترین که بیشترش رو بعد اشغال بکنید، مخصوصا تو سنین شما باید بازی کنید، نمیدونم استراحت کنید، مطالعه غیر درسی با دوستاتون، رفیقاتون، همه اینا، مسافرت، خانواده، همه اینا، از زندگیتون لذت ببرید. البته خب این درسم در کنارش تو اولویت دوم سوم داشته باشید تابستون، برای سن شما حتما لذت ببرید، از زندگیتون تجربیات تازه‌ای کشف کنید،
با خانواده، سفر، مسافرت، گردش، همه اینا باشه، درس تو اولویت دوم سومه. از جلسه دوم سوم چهارم به بعد تکلیف آزمون و اینا هم وارد بازی میشه. بله فعلا تکلیف نداریم. نه خب اگر سوالی نیست که دیگه سوالی نیست، همه دارید پیامای تشکر و اینا، دم همه گرم. من یه نکته بهتون بگم، بعد بریم سراغ درس. اینو یادم رفت، اینو حتما میخوام بهتون بگم. بچه‌ها من وهاب اصغری یه سابقه ای دارم تدریس میکنم و یه سری تجربیات دارم، اما منی که اینجا ایستادم این دلیل نیستش که شما با شرکت تو این کلاس بخواید معلم مدرسه‌تون، معلم اون روستا، معلم شهرستان رو دست کم بگیرید. اینو دارم جدی میگم. بچه ما تو کلاس هم شوخی، خنده، اینا همه چی داریم، میبینید دیگه. منتها ازتون خواهش میکنم احترام معلمای مدرسه‌تون توی هر شهر و روستایی هستید در بالاترین سطح نگه دارید. من خودم تعظیم میکنم در برابر اون معلم روستایی که با اون شرایط، با اون سختی داره به شما درس میده، اون معلم شهرستان و شهر تهران، هر جایی، من تعظیم میکنم در مقابلش و دستشو میبوسم چون داره تلاششو میکنه. بنابراین این نباشه که شما به پشتوانه مطالبی که من اینجا میگم. ما بچه‌ها کلاسمون با کیفیت، توی لول خودم سعی میکنم جونمو میذارم که با کیفیت به شما درس بدم، اما این نباشه که شما به پشتوانه این کلاس بخواید دست کم بگیرید معلم مدرسه یا روستاتون رو، بگید نه وای مثلا نه، خدای نکره اینجوری نباشه. من خودم در مقابل همه معلمای سرزمینم تعظیم میکنم و از شما هم میخوام که احترام معلمتون رو نگه دارید. دو تا چیز جداست. شما اینجا دارید یه مبحثی رو یاد میگیرید، اونجا هم دارید یه مبحث. حالا یا این کامل کننده ای اون میشه یا اون کامل کننده ای میشه. بنابراین جایگزین نداری. مگه این کسی آقا بگم اصلا مدرسه نمیره، اون یه بحث دیگه است. دیگه تمام تمرکزش اینجاست. ولی اگر مدرسه میری، احترام معلمت، احترام دبیرات، مدیر ما و همه رو نگه دار. اینو من ازتون به عنوان یک داداش بزرگتر میخوام، به عنوان یک رفیق میخوام. اگر اینجوری باشید من ازتون راضیم. اینو داشته باشید. چند نمونه سوال نهایی هشتم هم کار میکنیم. بله البته الان که تازه میخوایم درس شروع کنیم. چشمتون بیبلا، دم شما گرم، دم شما گرم که ایشالله میخوایم با همدیگه یک کلاس پر انرژی داشته باشیم و بهتر کنیم و بریم جلو. خب سوالی نیست، همه یه بریم بدید، بودو 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 همه خوابت نبرا، بذار کنار گوشی بدی، بذار کنار. آها آفرین، تخفیف خوب میدیم، چشم، آتیش میزنیم به مالمون. بریم. آو مرسی، آفرین، بریم. Let's go. آریا بریم. آقا بتی چطور به من. خب فیتو وای بیا بابا، خدایی کتاب ببین، خیلی قشنگه، خیلی باحاله. قواعد درس یک عربی هشتم، مرور کل هفتم. بچه ها درس یک شما قاعده جدید نداره، گرامر جدید نداره، کل درس یک هشتم کلش میشه مرور هفتم، آنچه که در هفتم یاد گرفت. خوب دقت کن، میگه آقا هر زبانی از اجزای تشکیل شده، هر زبان یه سری اجزا داره، زبان عربی هم مثل بقیه زبان ها از کلمات تشکیل شده. پس ما توی فارسی، اسپانیایی، انگلیسی، ترکیهی، عربی، اجزای تشکیل دهنده زبان میشن کلمه، اوکی؟ یا واژه، واژه همون کلمه است، فرق نمی کنه. و میدانیم که کلمات هم سه نوع دارن، ما سه نوع کلمه داریم، درست؟ اسم، فعل، حرف. پس دسته‌بندی اصلی زبانه. منو نگاه کن دیگه، کجایی؟ منو نگاه کن، حواست به هم باشه. آقا ما چی داریم؟ زبان داریم.
زیر زبان تشکیل میشه از چی؟ کلمات. این کلمات چی هن؟ اسمن، فعلن و حرف. خب حالا دقت کن، میگیم آقا در ابتدا میخوایم بریم سراغ فعل. سوال پیش میاد برات، چرا آخه؟ حالا از فعل سخت‌تر نبود؟ اول اینکه میخوایم همین اول، همین سرچراغی سر فعلو ببریم، شاخشو بشکنیم، درست؟ اما دلیل منطقی داریم، چون بیشتر حجم قواعد سال هفتم مربوط به فعل است، آن هم در زبان گذشته، فعل ماضی. بچه ها شما از درس پنجم تا عرضم به حضور شما درس آخر فعل ماضی رو یاد گرفتید. چهار درس اول اسم اشاره و اینا، کلمات پرسشی و اینا، از درس پنجم به بعد فعل ماضی و فعل ماضی، صیغه‌های مختلف ماضی منفی و بقیه. اگه اینجوری خوب بریم، پس بریم تعریف فعل. خوب دقت کن، کلمه ایست که انجام کاری را در زمان مشخصی برای شخص خاصی بیان می کند. پس فعل کلمه ایه که اولا انجام کار داره، یه کاری توش باید انجام بشه، مثل نوشتن، آمدن، بردن، خوردن، نشستن، اینا میشن یک کار. اوکی؟ زمان مشخص، اون کلمه ای که انجام کار داره زمانم باید داشته باشه، گذشته است، حال آینده است، چجوریه، و شخص باید داشته باشه. این خیلی مهمه بچه ها فعل باید شخص داشته باشه. چرا؟ چون اگر شخص نداشته باشه دیگه کاری انجام نشه، چون انجام دهنده کار ما باید بدونی منم، توی، او، ما، شما. پس سه تا ویژگی برای فعل: انجام کار، زمان، شخص. انجام کار، زمان، شخص. مثلا بیا، نوشتم، آمدی، میگویند، خارج میشویم، بنویس، ننشینید، خواهیم شکست، برخواهد گشت. اینا همشون فعلن. چرا؟ مثلا نوشتم، زمان داره، در گذشته، انجام کار داره، بله نوشتمه، و شخصم داره، کی؟ من نوشتم. پس اینا میشن، مثال فارسی زدم، حالا عربی هم میریم جلو، فارسی اول یاد بگیری. خب سوال پرسیده آقا از کجا بفهمیم یه کلمه فعله؟ یکی از مباحثی که بچه های سال دوازده، شاگرده سال دوازده همه من الان مشکل دارن بچه اینه که نمیدونن اسم چیه، فعل چیه، حرف چیه. مثلا میگم آقا برو فعله، چه میدونم، مضارع التزامی رو پیدا کن. یا اسخری، فعل چی بود؟ میام خسته نباش، فعل چی بود؟ سال دوازده هم مثلا. یا مثلا میگم آقا اسم معرفه اینه، یا اسی یه ده بایسا آقا اسمش آشناسا ولی شرمنده دیگه، تو هفتم خوب یاد نگرفتیم، هشتم نهم خوب یاد نگرفتیم. بچه این مباحث پایه‌ای باید خوب یاد بگیرید. ما باید بتونیم تشخیص بدیم که یه کلمه فعله یا فعل نیست، بعد بیایم حالا بگیم آقا این فعل ماضیه، اینجوری ترجمه میشه، این صیغشه، این داستانا داره. پس تشخیص فعل خودش ماجرایی دارد. بریم برای تشخیص فعل. این چی بود؟ هایلایت بود. برای تشخیص فعل، دور مخفیه؟ بیا، برای تشخیص فعل از روی ترجمه می توانیم بپرسیم کی، کی، چی کار. اگر ترجمه یک کلمه رو بلد بودی، اولا ترجمهشو بلد باشی، تابلوه که فعل مشخص میشه. خب اما شک کردی، با امتحان دیگه استرس داری، به هر دلیلی خواستی ببینی که فعله، بپرس کی، کی، چی کار. اگر جواب داشت فعله، وگرنه فعل نیست. مثال نگاه کن، فرج، همه میدونید، خارج شد، خرج، خارج شد، خرج، خارج شد، خرجو، خارج شدن، هم خرج، حال کاری نداریم، خرج، خارج شد. کی خارج شد؟ خارج شد او، توی خودش مشخصه، او خارج شد. کی خارج شد؟ گذشته، ببین زمانم به من میده. چی کار کرد؟ خارج شدن. پس کی، کی، چی کار، کی، کی، چی کار، کی، کی، چی کار، کی، کی، چی کار جواب داد. پس کد تشخیص فعل از روی ترجمه چیه؟ کی، کی، چی کار. مثلا ذهبنا، بچه ذهبنا میشه رفتیم. آقا چرا میشه رفتیم؟ ما یادمون رفت، حالا جلوتر همه اینا رو بهتون میگم آه. که صیغش چیه، ضمیرش چیه، چه جوری ترجمه بشه. میشه رفتیم، اینجا از من داشته باشه. خب کی ما، جواب داره بده،
کی گذشته؟ مثلا دیروز رفتیم. چیکار رفتن؟ حله؟ پس این فعله. این چی شد؟ فعله. بعدی بچه جلوس میشه نشستن. جلوس میشه نشستن. زرنگا گرفتن چیه داستانا؟ نگاه کن. یا نشستن کی؟ رفتن آمدن نشستن. خب کی؟ بچه این نشستند نیستا. نشستن آمدن کی؟ معنی نداره، یعنی جواب نداره. کی؟ نشستن دیگه آقا، کی زمان نداره که. زمانم نداره. کار چی کار؟ خب نشستن. اوکی، پس کی کیش جواب نداشت، فقط انجام کار داشت. بچه این فعل نیست. ای آقا اصغر، این خیلی شبیه فعله که. درسته، شبیه هر چیزی، هر گردی که گردو نیستش که. شما باید حواستون باشه. درسته جلوس شبیه مثلا جلسه، اما چون فقط انجام کار رو داره میگه، اینجا باید گفتم بهشون چی میگن. همه تونم، حالا همه که نه، خیلیاتون میدونید. میگه آقا به کلمه ای که فقط انجام کار رو میگه مصدر میگیم. شبیه فعله ولی فعل نیست. حواست باشه. مصدرها شبیه فعلن ولی فعل نیستن. مثلا قرأ خواند فعله. کی؟ او. کی؟ گذشته. چیکار؟ خواندن. اما قرائت میشه خواندن. ببین شبیه اونا. قرائت میشه خواندن. منتها کیکیش جواب نمیده، فقط انجام کار رو داره میگه. پس میشه چی؟ میشه مصدر. یا مثلا نصر یاری کرد. درست؟ چون یاری کرد، کیکه چیکار؟ جواب میده، فعله. اما نصر اینجا رو نگاه کن، اینو نگاه کن، اینم نگاه کن، تفاوتشون چیه؟ یه او این نصره، این نصره. حواست باشه بچه ها، نصر میشه یاری کردن. یاری کردن. پس چون کیکهش جواب نمیده، فقط انجام کار داره، میشه مصدر. اینم از این. پس ما الان فعل رو یاد گرفتیم. پرونده شناخت فعل کامل شد. انجام کار، شخص و زمان. خب لفتش ندیم، بریم سراغ انواع فعل. انواع فعل. این آقا پسرم اسمش آلفردوه. این اسمش یه آلفردو هست تو جزوه ما، هست تو جزوه نهم شخصیت ما. فرانچسکو اسمش. اینجا آلفردو، همینجوری دلیلش هم مهم نیست، همینجوری اسمش آلفردوه. حال کردم اسمش رو بذارم آلفردو. مال نهمی ها فرانچسکوه، مال دهمی ها لئوناردوه. اصلا دیگه. خب آقای فرانچسکو، ما چند نوع فعل داریم؟ یا اصغری، ما یک فعل ماضی داریم، گذشته، یک فعل مضارع داریم، حال، یک فعل مستقبل داریم، آینده. چرا؟ چون داریم از نظر زمان بررسی میکنیم. آقا فعل مگه از نظرهای دیگه هم بررسی میشه؟ بله، از جهات دیگه هم بررسی میشه، هیچ مشکلی نیستش. اوکی؟ خب از نظر زمان، ماضی، مضارع، مستقبل. ماضی، مضارع، مستقبل، گذشته، حال، آینده. میگه آقا سال هفتم ما ماضی رو یاد گرفتیم، الان میخوایم مرورش کنیم. سال هفتم فعل ماضی رو کامل یاد گرفتیم با تمام صیغه هاش، الان میخوایم مرور بکنیم. مضارع مال سال هشتمه، تو سال هشتم یاد میگیریم. مستقبل هم مال سال هشتمه. پس اون کاری که میخوایم الان بکنیم آشنایی با فعل ماضیه. خب ما توی بازهای تدریس یه جای چتو باز میکنیم برای اینکه اگر سوالی تا اینجا، سوال درسی پیش اومد بپرسید. آقا متی چتو باز کن یه دو سه دقیقه ببینیم بچه ها سوال دارن یا نه. سوال درسی بچه ها درباره جزوه و اینا آخر کلاس. آقا اینجا رو نفهمیدیم، مصدر چی بود، فعل چی بود، اینا رو بپرسید. چاکریم، شما هم عالید. مستقبل آقا به ما گفتن، دم معلمتون گرم. مستقبل مال هشتمه. مستقبل زود گفتم بهتون، نه بعد میگفتن. عیبم نداره، دمشون گرم البته. اوکیه، خب سوالی نیست.
یه 30 ثانیه هم وایسیم شاید کسی داره تایپ میکنه. ببین حواسم هست ها، اولین سال هم نیست دارم تدریس میکنم، حواسم هست، شاید کسی داره تایپ میکنه، شاید دو سه خط داره تایپ میکنه، این طول میکشه، سریع چت رو نمیبندیم. آه اومد، حال کردی؟ مستر رو نفهمیدی دوباره میگیم، فعل رو یه بار دیگه میگیم، حفظ معنی فعلا هم توضیح برسیم بهش توضیح میدیم دیگه. یکی از بچه‌ها گفته، خانم زینعلی گفته آقا من کلاً هفتمو نفهمیدم. عیب نداره، ما از اول از کف 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 داریم شروع میکنیم دیگه، امسال هفتمتو جمع میکنی و هشتمت. بریم. خب چت رو ببند آقا متی، دمت گرم. آقا یکی از بچه‌ها گفته بود مستر رو نفهمیدیم. بچه‌ها مستر کلمه‌ایه که فقط توش انجام کار داره، این تو به درد فارسیتون هم میخوره، چون تو آخر تا کنکورتون فارسی دارید دیگه. اگر یه کلمه ای، اگر یه کلمه فقط انجام کار رو بگه، مثلا نگاه کن، نوشتن، آمدن، بردن، خوردن، نشستن، رفتن، بلند شدن، نشستن، اینا فقط انجام کار دارن. ببین مثلا میگم آقا نشستن رفیقم را دوست ندارم، مثلا همین الان اومد تو ذهنم، نشستن دوستم را دوست ندارم، چه دوست تو دوستی شد، نشستن دوستم را دوست ندارم، اوکی مثلا حال نمی کنم. آقا این نشستن زمان داره، نه هر دفعه میشینه من حال نمی کنم، چه مثالی زدیم، زمان نداره، درسته؟ فقط انجام کار رو داره بیان میکنه. پس یکی از آیتم های کی چیکارم نداشته باشه میشه مستر دیگه، فعل نیست. پس ویژگی اصلی مستر میشه انجام کار، رفتن، رفتن کار اوست، آمدن کار ماست مثلا. پس اینا ببینید، اینا هم فقط انجام کار دارن، اوکی. پس مصدر کلمه ای که فقط انجام کار رو توش میگه، فقط چی داره؟ انجام کار رو داره میگه. یکی از بچه ها پرسیده آقا فعل رو نفهمیدیم، سریع ریز بزنیم فعلا بگیم براتون. بچه ها فعل این شد، گفتیم اگر کلمه ای انجام کاری رو بگه، مثل همین نشستن آمدن، زمان هم داشته باشه، ماضی، مضارع، مستقبل، و شخص هم داشته باشه، مثل رفتم، آمدی، نوشتیم. ببین ببین الان ها کن، نشستن، خیلی مخلصیم، ارادت، چاکیم، نشستن، نشستم، نشستن مستره، نشستم فعله. چرا؟ چون من نشستم، در گذشته نشستم و کارم داره، نشستن مستنه، این بهتر شد. اینم از این. خب بریم ادامه. فعل ماضی گفتیم، فعل ماضی رو میخوایم مرور بکنیم دیگه. اون دوستمون که گفته بود من هفته اون نفهمیدم، الان با من باش نگاه کن، میگه کاریست، فعل ماضی کاریست که در گذشته انجام شده، در گذشته، دیروز، یه دقیقه پیش، پارسال، 100 سال پیش، 2500 سال پیش، 1400 سال پیش، اینا همش گذشته است دیگه. از یه ثانیه به قبل، از اپسیلون ثانیه به قبل، همش میشه گذشته. و تموم شده رفته پی کارش. وقتی میگیم تموم شده رفته پی کارش، چی میگیم؟ تموم شده رفته پی کارش، اینجوری باید بگید. یعنی اینکه دیگه تغییر نمیکنه. گذشته. کلاً گذشته ها گذشته دیگه. آهنگش هم هست. مثال فارسی، من دیروز به کتابخانه رفتم. رفتم فعل کی چی کار، بپرس ازش جواب میده و خودش اصلا قید آورده، بعضی وقتی توی جمله قید میاره، قید گذشته، من دیروز، 3 ساعت پیش، پارسال، 10 سال پیش، اینا میشن چی؟ میشن قید گذشته. رفتم، این میشه فعل ماضی. یا آقا شما ساندویچ من را خوردید، رفتی ساندویچ خرید، معمولا اتفاق میفته، ساندویچ خریدی، بزرگ بود، از این ساندویچ های بوم مثلا، نصفش مونده، نصفش گذاشتی توی یخچال یا گذاشتی تو قفسه، بعد معمولا برادرها و داداشها، حالا بعضی وقت خواهرها میان میخورن این ساندویچ رو، داری با خواهرت صحبت میکنید، شما یا با داداشت، شما ساندویچ من را خوردید، من خواب بودم اومدی ساندویچ رو زدی تو رگ رفته. پیتزا، ما پیتزا معمولا این اتفاق براش زیاد میفته، خوراکی دیگه برمی‌دارن سری. خوردید چیه؟ در گذشته است. آقا مضارع این چی میشه؟ یا آنچه خواهید دید، میخورید، خوردید، میخورید، رفتم، میروم. ببین فرق میکنه، میروم الان دارم میرم، الان دارم میرم، آقا من الان تو راه دارم میرم، اوکی، اما رفتم و خوردید مال گذشته است.
یا ما در کلاس‌های کلاسینو شرکت کردیم. آفرین. مرسی که شرکت کردید. ما در کلاس‌های کلاسینو شرکت کردیم. یعنی ثبت نام کردم. اوکیه. گذشته. یعنی دیروز پیروز ثبت نام کردم تموم شده. پس اینا میشه فعل ماضی. آقا فارسی درس میدی به ما؟ کلاس عربی مگه نیست؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ بعضی ها فکر میکنه اشتباه اومدن الان. مثلا یه نفر همین الان بیاد سر کلاس فکر میکنه ادبیات مثلا ثبت کنم که اشتباه اومده. تا الان فکر میکنه من معلم عربی هم ولی مثلا معلم فارسی بودم. نه. داستان داره. ماجرا داره. میگه آقا برای اینکه یک قاعده عربی رو خوب بفهمیم ابتدا باید مفهوم فارسی اون رو متوجه بشیم. بچه‌ها حلقه مفقوده خیلی از تدریس های ما اینه که فارسی اون مفهوم رو بلد نیستیم. مثلا به شما میگن آقا ترکیب وصفی. ما مثلا تو سال نهم ترکیب وصفی. از روی قواعد به شما درس داده باشن یا من بگم یا هر کسی، فقط از روی قواعد باشه بچه گیر میکنید. شما باید اول مفهوم فارسی، فعل ماضی اول مفهوم فارسیش، مضارع فارسیش، امر فارسیش، ترکیب وصفی، ماضی استمراری، چه میدونم اسم، اینا همه چی اول باید فارسیشو یاد بگیرید. من یه مثال براتون بزنم. اون کسی که توی عربستان به دنیا میاد یا توی امارات یا توی بحرین، عمان، عراق، لبنان، سوریه، مصر، کشورهای عربی یا نه همین جنوب خودمون که خیلی از جاش مردم عزیز سرزمین خودمون به زبان عربی با هم دیگه صحبت میکنن، آیا اون بچه دو ساله که بعد از دو سه سال شروع میکنه به حرف زدن و قشنگ حرف میزنه، گشنش میشه، میگه آقا من گشنمه، بریم اینجا این کارو بکنیم، کسی میاد به اون قواعد درس بده، مثلا شناسه ها رو به اون درس میدن؟ مثلا مادرش به بچه 3 ساله میگه آقا بشین جزوه رو باز کن بنویس، مثلا شناسه های فارسی، اسم اشاره، ترکیب وصفی، اگر خواستی مثلا اینو بخوای مثلا بعد دستوری مثبت، دستوری منفی. نه، اون بچه 2 3 ساله عرب زبان یا اون بچه 2 3 ساله اسپانیش، انگلیسی زبان، آمریکایی، ترکی، فارسی، ما هم برای زبان‌های دیگه زبان خارجی حساب میشیم دیگه، کسی قواعد باشون کار نمی‌کنه، اونا مفهوم رو میفهمن، ازش استفاده میکنن و میرن جلو. خیلی از مشکلات ما توی قواعد، دقت کن، توی قواعد خیلی ها مشکلش اینه که مفهوم فارسیشو نمیفهم، مفهومو، نه ترجمه رو. آقا ما ترجمه رو حفظ نیست، نه با اون ترجمه کاری نداره، مفهومو نمیفهمه چیه، ماضی نمیدونه چیه، مضارع نمیدونه چیه. من الان بهش میگم آقا فعل ماضی نست، میگم باشه، خب میگم آقا فعل یه ماضی فارسی به من بگو، تسمه تا این پاره میکنه. آقا یه فارسی فعل ماضی گذشته به من بگو، نمیتونه بگه. مضارع نمیتونه، آینده نمیتونه بگه. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم رو یاد نگرفته. پس دلیل اینکه من اول مثال فارسی میزنم و همیشه تا 12 که من الان شاگرد 12 دارم، مثلا میخوام مفعول مطلق رو درس بدم، اول میام فارسیشو میگم، استثناء اول فارسی، منادا اول فارسی، هرچی اول فارسی، مفهوم یاد بگیر بعد بریم سراغ عربی. خب حالا که این قضیه جا افتاد، بریم سراغ ساخت فعل ماضی در زبان شیرین عربی. خیلی خیلی عربی زبان شیرینیه. فرمول چیه؟ میگه آقا سه حرف اصلی رو یا همون ریشه رو به علاوه شناسه یا همون ضمایر میکنی. آقا دو تا مشکل داریم، سه حرف اصلی چیه، ضمایر چیه. من میدونستم این سوال رو میپرسید، اینجا براتون بردم. سه حرف اصلی یا همون ریشه، یعنی مثلا فعل، فه، این، لام، مثلا زهبه، زهبه، کتبه، خرجه، زربه، شهده، اینایی که جدا نوشتم یعنی هنوز تبدیل به کلمه نشدنه، اینا خمیرمایه‌ان، مواد اولیه هن. مثل اینکه آقا میخوان آشپزی بکنی، مواد اولیهش مثلا چه میدونم سیر و آرد و پیازچه و هرچی، شیر و هر چیزی، اینا میشن ریشه، مواد اولیه، مواد اصلی. اوکی؟ بعد حالا اینا رو اینجوری قاطی کنی، مثلا این غذا میشه، اونجوری قاطی کنی اون غذا میشه. اینم همینه. ف، این، لام، ز، ه، ب، ک، ت، ب،
اینا چی هن؟ به اینا میگن سرفصلی یا ریشه. 90% کلمات توی عربی، این حالا جلوتر مفصل در روش صحبت میکنیم که به اولیه میگیم فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل، اینو همه رو میگیم. منتها اینو بدون که 90% کلمات توی عربی ریشه دارن، صرف اصلی دارن، بیش از 90% صرف اصلی و ریشه دارن. مثلا کاتب کتبه است، مکتوب کتبه است، مکتبت کتبه است، کتاب کتبه است، کتب کتبه است. میبینی ریشه دارن اینا همشون، این میشه ریشه. حالا اون ریشه یا صرف اصلی رو اگر من بیام ضمایر یا شناسه های فعل ماضی رو بهش اضافه بکنم که چی هن؟ آ، او، ت ساکن دار، تا، نه، تا، توماتون، ت، توماتون، نه، تو و نا، اینا رو اضافه کنم داستان داره، ترتیب داره، همینجوری کیلویی نیستش، همینجوری هر کدوم خواستی بزنی تنگش، نه اینجوری نیست، با یه ترتیبی اینا رو اضافه کنم 14 تا فعل ماضی ساخته میشه که ما 14 صیغه داریم. الان میریم جلو صیغه ها هم با هم دیگه میگیم. آقا اینی که گفتی و ما فهمیدیم چی شد؟ صرف اصلی، ریشه، مثلا فعل، ذهب، کتب، خرج، ضرب، شهد، هر چیزی به علاوه این شناسه ها اگر بشه، پس ببین اینا کجا میان؟ بعد از فعل میچسبن به فعل. اگر اینا بشه فعل ماضی ساخته میشه. خب فعل ماضی 14 صیغه یا ساخت داره. یک، فعل. دو، فعلا. ببین صیغه یک که الان میگیم صیغه چیه، جلوتر میگیم صیغه چیه، بعضیا صیغه شاید ندونن چیه، ساخت ندونن چیه. صیغه دو من میشه فعلا، صیغه سه من میشه فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. خوب دقت کن، برای بعضیا شاید این گنگ باشه. چرا؟ چون ما دو نوع صیغه و ساخت داریم، دو سری صیغه و ساخت داریم. سری اول و نوع اول همین 14 صیغه‌ایه که خیلی از معلمای شما دمشون گرم 14 صیغه‌ای بهتون یاد دادن تو سال هفتم. یعنی الان من دیدم دیگه 10-15 اینا همین الان هستش، 10-15 نفر به من گفتن که آقا ما 14 صیغه رو حفظیم. این خیلی خوبه. چرا؟ چون ما اصل کارمون با حفظ بودن 14 صیغه است. 14 صیغه رو با همین ترتیب باید بلد باشید. آقا آخری سوال، آقا ما معنی اینا رو بلد نیستیم؟ نه، اصلا معنی رو بلکن، فقط فعلا حفظ باش. گفتم فعل ماضی رو بگو، بگی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلت، فعلتم، فعلتن، فعلتو، فعلنا، با این ریتم یا هر ریتمی که خواستی، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلت، فعلتم، فعلتن، فعلتو، فعلنا. حله بتونی اینا رو پشت سر هم بگی. این به چه دردی میخوره؟ بدونی که آقا این ضمایر، این شناسه ها چجوری وصل میشن به اینا. یعنی اولش نگی فعل تو ما، بعد بگی مثلا فعلو، بعد بگی فعلنا. این به درد نمیخوره، با این ترتیب باید بگی، حتی اگر معنیشو بلد نباشی، که البته تو سال هفتم معنیاشو یاد گرفتید و ما حالا اینجا دوباره یاد میدیم، الان جلوتر میبینید، خودتون نگاه کنید جزوه رو، پی دی افش هستی، کامل گفتم. منتها قدم به قدم با من بیا جلو. اولین کار اینه که این 14 تا فعل رو با همین وزن بتونی بگی. این از این. درست؟ اما سوال برات پیش میاد. آقا اسخری این عددا چیه؟ ریاضی ها رو چرا ریختی تو عربی ها؟ ما از ریاضی بدمون میاد، فراریم. حالا اومدیم از عربی هم بدمون میاد ها، ولی دیگه حالا مجبوریم یاد بگیریم دیگه، ولی دیگه ریاضی رو دیگه بابا. نه، نکتهش اینه بچه، میگیم آقا به هر کدام از این اعداد و افعال، همین 14 تا، یک صیغه یا ساخت میگوییم. به هر کدوم از اینا میگیم یک صیغه یا ساخت. آقا صیغه یا ساخت یعنی چی؟ نگاه کن، صیغه یا ساخت یعنی شخص انجام دهنده. آها، حالا فهمیدم آقا اسخری، حالا فهمیدم. یعنی وقتی که ما میگیم فعله، انجام دهندش یکیه. وقتی که میگیم فعلا، انجام دهندش فرق میکنه، فعلو، انجام دهنده اون کار فرق میکنه، فعلت فرق میکنه.
اینا هر کدوم فرق میکنه. بله، فعلا، حالا جلوتر میگیم فعلا میشه او انجام داد، فعلا آن دو نفر انجام دادن، فعلو آنها آن مردان انجام دادن، فعلت او مؤنث، فعلت آن دو نفر مؤنث، فعلن آن زنها آن مؤنثها، فعلت تو مذکر، فعلتم شما دو نفر مذکر، فعلتم شما چند مرد، فعلت تو مؤنث، فعلتم شما دو نفر مؤنث، فعلتن شما زنان، سه و بالاتر، فعلتم من انجام دادم، فعلنا ما انجام دادیم. پس این عددا، آقا این عددا برای اینه که تو بفهمی شخصش کیه. اگه همش شکل هم باشه که خب نمیشه حرف زد که. من یه وقت میخوام بگم آقا اون یه نفر رفت، بعد از یه چیز استفاده کنی، وقت میخوام بگم آقا من خودم رفتم، یا وقت میخوام بگم ما رفتیم، یا وقت میخوام بگم شما رفتید، شما زنان، شما مردان. پس این 14 وثیقه ساخت یعنی شخص انجام دهندش چیه؟ ببین قشنگ قدم به قدم دارم توی ذهنت سوال ایجاد میکنم جواب میدم، سوال ایجاد میکنم جواب میدم. این شیوه تدریس من، یعنی تو هی سوال برات پیش میاد همون لحظه جوابشو میگیری. خب حالا ما گفتیم صیغه و ساخت یعنی شخص انجام دهنده کن. من گفتم مثلا صیغه فلان چیه، یعنی کی داره اون کار انجام میده. میگم آقا صیغه این فعل چیه، یعنی انجام دهنده شو من بگو. مثلا میگی من، میگی او، میگی تو، میگی ما، میگی شما، ایشان، هر چیزی. برای اینکه این قضیه رو بهتر بفهمیم باید بریم سراغ زمان. قدم به قدم داریم میریم جلو، بریم سراغ ضمایر. پس یا آنچه گذشت بگیم، یا آنچه گذشت بگیم. آقا ما توی زبان فارسی مثل بقیه زبانها و زبان عربی و بقیه زبانها، زبان از کلمه، کلمه خودش اسم فعل حرف، رفتیم سراغ فعل. فعل چی بود؟ انجام کار رو بگه، شخص بگه و زمان داشته باشه. کی کی چی کار ازش پرسیدیم جواب داشته باشه به من بده، درسته؟ حالا چرا رفتیم سراغ فعل؟ چون بیشتر حجم درس های هفتم شما فعل بود، اونا فعل ماضی بود، برای همین رفتیم که آقا پرونده فعل رو ببندیم. اومدیم آقا گفتیم یه سری کلمات هم هستن شکل فعلن ولی فعل نیستن، مصدرن، فقط انجام کار دارن، یعنی زمان و شخص ندارن. اومدیم آلفردو بهمون گفت، آلفردو گفت چی؟ گفتش آقا بریم سراغ فعل ماضی. ماضی کاری بود که در گذشته انجام شده و تموم شده، رفته، درسته؟ اومدیم سراغ فعل ماضی، گفتیم آقا فعل ماضی ساختش چجوریه؟ گفتیم ریشه یا صرف اصلی ذهب کتب خرج رو به علاوه شناسه یا ضمیر بکن، این میشه فعل ماضی. که اگر اینا رو به هم اضافه کنیم، بچسبونیم به هم دیگه، 14 تا حالت ایجاد میشه. پس ما 14 تا صیغه داریم. آقا اصلا صیغه چی بود؟ صیغه یعنی ساخت، یعنی شخص انجام دهنده کار. رسیدیم به اینجا، وایسا کسی سوال داره بپرسه. آقا متی چطور بس کن؟ دمت گرم. سوال دارید بپرسید. ساعت چنده؟ 5. اگر سوالی نیست یه اوکی بدید. مرسی. تازه یکی از بچه‌ها میگه من تازه فهمیدم عربی چیه. مرسی. میشه گفت اگر معنی؟ یه ذره میشه پیام رو آنتی بیاری پایین، یکی دوتا از سوال رفت بالا. بچه دیگه اوکی ندید، مرسی، دمتون گرم. شما ملسی، مرسی، دمتون گرم. خب یه لحظه، یکی از بچه گفته سیغه ها رو من حفظ میکنم یادم میره. بچه از چیزی استفاده نکنیم یادمون میره، یعنی من همین الان حفظ بکنم، من و آبستقری که مدرس عربی هم 15 سال دارم عربی درس میدم، همین الان حفظ بکنم تا یه ماه، دو ماه، یه هفته، دو هفته بعد ازش استفاده نکنم، تست طراحی نکنم، تولید محتوا نکنم، منم یادم میره. پس نکتهش چیه؟ جوابت چیه؟ باید ازش استفاده کنی. یعنی حداقل یه ورق بزنی، یه مرور بکنی، کتابو بخونی. هو هو هم هی هم اوندن، اینم که یه چیز ضمیرا رو گفته. برای یک جمع که دو تا فرد مؤنث و دو تا فرد مذکر هستن چه صیغه؟ اینا رو جلوتر میگیم، هنوز نرفتیم سراغ صیغه ها، فعلا مفهومو گفتیم. سوالت اوکی بود ولی جلوتر جواب. اگه معنی هر کلمه ای در انتهاش یاد فعل نیست و مصدر، آها
نون داشته باشه؟ نه. ببین بعضی از مصدر رو تو فارسی مثلا نگاه کن، سوالش اینه بچه ها، گفته آقا مصدر رو پرسیده، گفته آقا یعنی ما اگر هر کلمه ای که دیدیم آخرش نه یا تن یا دن داشته باشه یعنی مصدر نه. تو باید به معنیش بچه ها کیلویی نمیتونیم بریم جلو، قالب سازی نمیخوام، من میخوام شما خلاق. مثلا نگاه کن، یاد کردن یا نه، نقاشی کردن مصدره، یه کار داره انجام میده دیگه. همین نقاشی کردن ما تو فارسی چی میگیم؟ میگیم نقاشی. نقاشی هم مصدره. گرفتی چی شد؟ پس نمیتونیم قید بذاریم هر جا نون دیدی. نه اصلا کلا زیاد ما از این کارا نمی کنیم سر کلاس، هر جا اینو دیدی اون میشه. نه ما میخوایم مفهومو یاد بگیری. تو ماهیگیری بلد باشی همیشه میتونی ماهی بگیری. اوکی بریم ادامه. خب تعریف ضمیر میگه ضمیر کلمه ایست که به جای اسم میآید، از تکرار اون جلوگیری میکنه. مثلا من این مثال همیشه میزنم، مثلا ما داریم با هم صحبت میکنیم، من شما رو دیدم دارم چیزی تعریف میکنم، میگم آقا من با آلفردو رفتیم فوتبال، به آلفردو گفتم آلفردو کتونی داری؟ آلفردو به من گفت نه کتونی ندارم. به آلفردو گفتم چرا کتونی نداری؟ آلفردو به من گفتش که به تو چرا کتونی ندارم، خودت کتونی تو میآوردی. به آلفردو گفتم درست صحبت کن، آلفردو به من گفت خودت درست صحبت کن. به آلفردو گفتم یه آقای وایسا چرا اینقدر آلفردو آلفردو میکنی؟ بابا یه او بذار به جاش، یه اش بذار به جاش دیگه، هی نگو دیگه آلفردو. حالا آلفردو یه ذره کوتاه، اگر مثلا فرانچسکو دومینیگز بود چی می‌خواستی بگی؟ سر ما رو درد آوردی دیگه، دیگه تکرار نکن دیگه. آها پس ضمیر اونیه که من به جای اسم میذارم و دیگه تکرار نکنم. یعنی اینجوری میشه، من با آلفردو رفتم فوتبال، بهش گفتم اون اشه میشه ضمیر، او به من گفت، من به او گفتم، او به من، این میشه چی؟ میشه ضمیر. پس ضمیر کلمه ایه که به جای اسم میاد و از تکرار اون جلوگیری میکنه. پس ضمیر هم نوعی اسم. اگر خواستی اسم ها رو بشموری در آینده، ضمایر هم جزء اسم حساب میشه. مثال علی را دیدم، علی اومد، به او، این مرجعش اوه، جانشین اوه، به او سلام کردم دیگه نمیگم به علی، و کتابش را پس دادم، این اشه برمیگرده به علی، اینا میشن ضمیر. حالا یکیش ضمیر جدا، یکیش ضمیر پیوسته است. علی میشه مرجع ضمیر، مثل همون آلفردو میشه مرجع ضمیر، او اش، اینا میشن ضمیر. پس ضمیر شد این. این تعریف ضمیر. بریم سراغ ادامه کار. قبل از آشنایی با ضمایر باید صیغه و ساخت. بچه ها من اینو بهتون گفتم، ما دو تا الگو داریم، یک الگوی فارسی که کتاب درسی خیلی زور زده که بیاد عربی رو فارسی به ما درس بده. شما کارو بگیر، اومده عربی رو که 14 صیغه یه تو الگوی فارسی به ما درس بده. به نظر من موفق نشده، اما ما اینم به شما میگیم، چیز خاصی نیست، مقصد اینه. این یک کوچه است ما رو میرسونه به مقصد، اینم یک کوچه است ما رو میرسونه به مقصد، هیچ فرقی نمیکنه چه از اینجا بریم چه از اینجا بریم، یعنی چه الگوی عربی داشته باشیم 14 صیغه ای چه 6 صیغه ای، جفتش ما رو میرسونه به صیغه و ساخت و ترجمه، جفتش میرسه. ولی این خب یه ذره پستی بلندی داره، یه ذره نامعنوسه، اوکی نیست، توجهی؟ عشنگ نیست دیگه. خب فارسی چیه؟ میگه آقا ما 6 تا صیغه داریم یا ساخت داریم، من، تو، او، ما، شما، ایشان. به من میگن اول شخص مفرد، به تو میگن دوم شخص مفرد، به او میگن سوم شخص مفرد. ببین من، تو، او همشون مفردن دیگه، من مفرد، تو مفرد، او مفرد، شخصم که هیچ، من اول شخص، تو دوم شخص، او سوم شخص. این بر ما جمعه، شما هم جمعه، ایشان هم جمعه، میبینی جمعو دارن، دارم کدگذاری میکنم برای تو. به ما میگن اول شخص جمع، به شما میگن دوم شخص جمع، به ایشان یا آنها میگن سوم شخص جمع. آقا چرا؟ مگه میشه اینجا ما 14 تا شخص داشتیم، اینجا 6 تا داریم،
دلیلش اینه که ما توی فارسی به تو مذکرم میگیم تو، به تو مؤنثم میگیم تو، یعنی هم انت میشه تو هم انت میشه تو، بنابراین یه صیغه میشه. توی فارسی به او مذکرم میگیم او، به او مؤنثم میگیم او، جدا نمیکنه. به شما، اینجا رو نگاه کن، چهار تا صیغه است، این خودش چهار صیغه عربیه. به شما دو نفر مذکر میگیم شما، به شما دو نفر مؤنث هم میگیم شما، به شما چند نفر جمع مذکر هم میگیم شما، به شما چند نفر جمع مؤنث هم میگیم شما. چهار تا صیغه شد. ایشان یا آنها هم همینه، دو نفر مذکر آنها، دو نفر مؤنث آنها، دو نفر مذکر شما، چند نفر مذکر ایشان آنها، چند نفر مؤنث، همه رو میگیم ایشان یا آنها دیگه. فارسی از این لحاظ آسان‌تره دیگه توی صیغه و ساختا. اما زبان عربی، من فکر میکنم حالا شنیدم زبان عربی و یکی دوتا از زبانهای دیگه، مثلا تو انگلیسی هم او هی و شی و اینا جدا، میبینید ضمایر جدا، یا تو فرانسه هم من شنیدم که، حالا اونایی که اوکیید به من اطلاعات کامل‌تر بدید، توی فرانسه هم من شنیدم صیغه ها و ضمایر فرق میکنه، شنیدم، من خودم فرانسه بلد نیستم، ولی خیلی از زبان‌ها اینجوریه جدا میکنن. به هر حال مبنای کار ما اینه، مبنای کار ما جدول 14 صیغه. حالا برای اینکه 14 صیغه یا ساخت و بلد باشیم، این جدول گرفتید چیه دیگه ماجرا، حفظ کردن اینا الزامیه با همین ترتیب و معنیاشو باید بلد باشید. شما نه، به قول نوید محمدزاده توی فیلم متری 6.5 میگه تو نه همتون، یعنی شما نه هممون، منم که اینجا هم اگر اینا رو حفظ نباشم نمیتونم تست بزنم، تست سرویس کنم، سوال حل بکنم، درس بدم. بنابراین حفظ کردن اینا الزامیه. چجوری حفظ باید بکنیم؟ ما دو نوع ضمیر داریم، ضمیر منفصل، ضمیر متصل. ضمیر منفصل یعنی جدا، یعنی به کلمه نمیچسبه. ضمیر متصل یعنی پیوسته، یعنی میچسبه. ضمایر منفصل به این ترتیب هستن. به شماره صیغه دقت بکنید. چرا؟ چون شماره صیغه ضمیر خودش رو میخواد، فعلش خودش هم در آینده جلوتر میخواد، الان میرسیم بهش. پس شماره صیغه یک هوه، دو هما، سه هم الاخر، هوه هما هم هی هما هن نه انت توماتوم ته توماتون نه انا نحنو، اینجوری میتونید حفظ بکنید. هوه هما هم هی هما هن نه انت انتوم انتوم انت انتوم انتون نه انا نحنو، هر جوری که دوست داری، هر جوری که اوکی، ساده، ریتمیک تو ذهنت میمونه، اینو باید حفظ بکنی. قدم اول حفظ کردن اینو به ترتیبه. هو هما هم هی هما هن نه انت توما توم ته توما تون نه انا نحنو، اینایی که انت توما انشو فاکتور گرفتن دیگه، و اینا جدا جدا باید بگیم انت انتوما انتوم انت انتوما انتوم نه نه نحنو. پس قدم اول حفظ کردن ایناست. آقا اصلاً چجوری حفظ بکنیم؟ ببین من دارو رو تجویز میکنم، شیوه مصرفش هم باید بهتون بگم. چجوری حفظ کردن اینا اینه که الان از امروز تا هفته بعد روزی 2 دقیقه، بیشتر نه کمتر هم نه، 2 دقیقه. 2 دقیقه یعنی چی؟ یعنی 120 ثانیه، یعنی رفیقت تا 120 بشموره، اوکی؟ روزی 2 دقیقه اینا رو تکرار کن. اگر تا هفته بعد حفظ نشدی، اون موقع بیا با هم صحبت بکن، اوکی؟ روزی 2 دقیقه، منتها نه همش یه جا بگی آقا تا هفته بعد چند روزه، 7 روزه، درسته 7 تا چه خب یه ربع من بخونم حفظ میشم، نه ندادش، نه اینجوری به درد نمیخوره. اون چیزی که من میگم رو انجام بده. روزی 2 دقیقه اینا رو تکرار کن. 120 ثانیه پشت سرم بگو هو هما هم هی هما هن نه انت توما توم ته توما تون نه، یا نه بگی هو هما هم هی هما هن نه انت انتوم انتوم انت انتوم انتون نه نه نحنو. چند بار اولا میتونی نگاه کنی، دستتو بذاری نگاه کنی، هو هما هم هی هما هن نه انت انتوم انتوم انت انتوم انتون نه انا نحنو، هو هما هم هی هما هن نه انت انتوم انتوم انت انتوم انتون. اینو باید حفظ باشی. اگر حفظ نباشی یه ترمز زدی همینجا، یعنی من دارم حرکت میکنم، تو یه ترمزه، با هم داریم میریم، با هم داریم میریم، منتها تو یه ترمز زدی، یعنی مثلا 20 متر از من فاصله افتادی، اون یکی رو یاد نگیری، یه ترمز دیگه، اون یکی بعد آخر سال
آخر سال شب عید که کلاسمون تموم میشه، من رسیدم 20 کیلومتر جلوتر با بچه های خوب و زرنگ، با اونایی که کار دارن میکنن، حالا لزوما نباید زرنگ باشه، با بچه هایی که با من اومدن، ما رسیدیم 20 کیلومتر جلوتر، تو این عقب تازه داری آروم آروم میای. چرا؟ همین نیش ترمز است، همین ترمزای کوچیکی که کنار من زدی و از من جا موندی. پس ترتیب اینا باید حفظ بشه. هو و هما هم، هی هما هون، نه انت انتوم انتوم، انت انتوم انتوم، نه انا نحن. قدم بعدی بعد از حفظ کردن معنی اینا رو بلد باشی. یک، حفظ باشی. دو، معنیشو بلد باشی. اوکی؟ هو میشه او. او کی آقا؟ آن یک مرد غایب. هما آنها، آن دو مرد غایب. غایب یعنی چی؟ یعنی اینجا نیستن. مخاطب یعنی چی آقا؟ یعنی اینجا هستن. شما دو مرد، آن دو مرد، یعنی آن دو مرد نیستن، آن دو مرد رفتن. شما دو مرد رفتید. می‌بینی فعلش هم فرق می‌کنه. چرا؟ چون معنی صیغه فرق می‌کنه. پس معنی هر کدوم از اینا رو باید بلد باشی. هم آن چند مرد غایب، یا مذکر دیگه، جمع مذکر غایب. هیه او، هما آنها، همینطور معنیاش رو باید بلد باشید. برای جلسه بعد حتما این رو باید حفظ بکنید. این تکلیف نوشتنی نیست. گفتم 2 دقیقه ضمایر منفصل و جدا خودش و معنیش. بیا این بر. نوع دوم ضمیر ضمایر متصله، پیوسته، که حفظ کردن اینا هم الزامیه. شکل هم اوناست تقریبا، یعنی اونو بلد باشی اینم کفته. اوکی؟ چیه؟ میگم آقا هو هما هم، هو هما هم، ببین اونو حفظ داشته اینم کفته. هو هما هم، هو هما هم، هی هما هن، نه ها هما هن، نه انت انتما انتم، که کما کم، که کما کن، نه یه نا. پس اینم باید حفظ باشی. هو هما هم، ها هما هن، نه که کما کم، که کما کن، نه یه نا. هو هما هم، ها هما هن، نه که کما کم، که کما کن، نه یه نا. حالا ریتمیک یا غیر ریتمیک، هر جوری دوست داری اینو حفظ کن. درسته؟ و معنیاش، باز معنیاش هم او میشه هم اش. مثلا کتاب او، کتاب او، کتابش. پس فعلا حفظ کردن. آقا اینا رو چجوری استفاده میکنیم؟ فعلا وایسا ببین، قدم به قدم، قدم به قدم ما قرار درس رو برای شما جا بندازیم. قرار نیست اینی که سوالات جلو جلو، در حین درس باید با هم دیگه بریم. الان مأموریت شما این شد، روزی 2 دقیقه این ستون، روزی 2 دقیقه این ستون. روزی 2 دقیقه میشه روزی 4 دقیقه. آقا 5 دقیقه باشه؟ نه، خرابش نکن دیگه. زمان بگی 4 دقیقه تموم، 2 دقیقه این، 2 دقیقه اون، تموم، بلند شو برو کتاب ببن، برو کارت تموم شده. حله؟ پس ضمایر رو من باید بلد باشم. 14 صيغه، هر کدوم از اینا یک شخص، یک ساخت رو داره میگه که جلوش نوشتم کیه. هر کدوم از اینا یک فعل داره که اینجا من این جدول صيغه هارم کنار آلفردو براتون آوردم. آلفردو هم وایساده داره، نشسته داره درس میخونه. خب وقت تمومه؟ آره، آخرش. آره، کدو بگیم و تمومه. بچه ما رسیدیم تا سر این جدول. این جدول هم یه نگاه بندازید. جلسه بعد ادامه اینو میخوایم بریم جلو، چون چند تا نکته میخوام بهتون بگم. بعدش دیگه درس رو ادامه نمیدیم. خوب هم اومدیم جلو، تا سر جدول صیغه اومدیم جلو. انشالله که جلسه بعد سه‌شنبه منتظر همتون هستم. با انرژی میخوایم بهتری کنیم. کد تخفیف رو بگیم. اولا این کد تخفیف بچه‌ها تا جمعه وقت داره، تا جمعه، یعنی تا آخر همین هفته وقت داره. به دوستاتون هم بگید که اگه میخوان ثبت نام بکنن حتما اولین ویدیو رو ببینن، تکلیفشون مشخص بشه، بعد ثبت نام بکنن. اگر اوکیان، اگر ارتباط گرفتن با شیوه تدریس، حتما معرفی کنید. به دوستای دیگه‌تون هم معرفی کنید که بیان سر این کلاس بشینن. انشالله عربیتون رو متحول میکنیم و میتره کنیم. کد تخفیفم اینه. بعد بگیم جلو دور میم آبه نیسم. کد تخفیف رو خالی داریم؟ بله. کد تخفیف
چند درصدی بود آقا متی؟ الان میتونی بگی 20%. کد تخفیف 20% ما، خواستید ثبت نام کنید میرید تو سایت اینو میزنید وهاب 20 تا جمعه چندم میشه آقا متی؟ 4 5 6 7 7 تا جمعه 7/4 تا ساعت 12 شب دیگه وقت دارید که از این کد تخفیف استفاده کنید. 20% چقدر؟ 7/4 چونه؟ مرسی که هستی مردادی ما. مرسی. چطور هم میتونی باز کنی آقایتی؟ تا جمعه 20% یعنی 100 و چقدر کم میشه؟ 400 تومن 80 تومن کم میشه دیگه، یعنی تقریبا میشه اولوش 300 تومن. دم همگی گرم، ایشالله برای جلسه بعدی این کد تخفیف رو داشته باشید. راه‌های ارتباطی هم بچه ها اینستای من رو فالو داشته باشید حتما، اطلاع رسانی ها. لینک آقا، لینک خرید جزوه رو من اونجا میذارم. جلسه بعد نیای بگی آقا من نبودم و نمیدونستم و اینا، لینک خرید و خرید کتاب و منبع اونجاست، حواست باشه. نظرتونم بگید اگر چکریم خواستید. مخلصیم. دم همه ایگر، دم ایگر. کتاب هم آره، قیمتش هم میگیم. کتاب هم آره. مرسی مرسی همگی. لینک خریدم فکر میکنم یه 3-4 روز دیگه فعال بشه. خفن شمایی. دم همگی گرم. سوال اگه دارید بچه ما یه 2-3 دقیقه وقت داریم آره، سوال اگه دارید بپرسید. کلاس هفتم ضمیرها رو به روز کردتون؟ آره به روز شده 14 صیغه ای. پس ضمایر، ضمایر و جدول صیغه ها رو داشته باشید. کل تخفیف مال ثبت نام دیگه. خیلی نوشته کل تخفیف برای چی؟ برای این کلاسی که الان توش هستید بخواید ثبت نام بکنید میتونید کل تخفیف بذارید. آیدی پیجم، پیجم روی چیز هست بچه ها. یه بار دیگه میارم اینجا. این عربی پایه رو حتما بچه ها داشته باشید که لینک سفارش و ارسال رایگان جزوه و کتاب اونجاست. مخلص آقای بایزی هم هستیم. آقای بایزی هم استاد ماست. آقای تاج بخش، آقای رمضانی، همه دوستانی که تو کلاس 9 دارن سالهای بالاتر درس میدن همه استاد منن، رفیقامون هستن. دم همه گرم. چاکریم. مخلصیم. پس این ویدیو هم بچه توی آپارات قرار میگیره این کلاس و توی پنلش خود شما هم هستش، کسایی که بودید توی پنلتون هستش و توی آپارات هم قرار میگیره. لینکش هم باز گذاشته میشه، اترسانی میشه. به رفیقاتون حتما بگید که این کلاس رو اول ببینن، اول ببینن این کلاس رو، توضیحات من رو بشنون، بعد خواستن بیان ثبت نام بکنن. انشالله با هم دیگه همه همگی بهتر کنیم. کتاب هم که گفتن دیگه، یکی از بچه ها پرسید کتاب چیه. کتابی که تور و پلاس هشتم هستش که کامل کامل کامله. خب ما کلاس تمام، وقتمون تمام شده. خیلی خوش گذشت، خیلی زود گذشت. کلاس هفته بعدم همین ساعته اطلاع رسانی میشه. ایشالا جلسه بعد با انرژی به همه اطلاع رسانی کنید. ایشالا با یک لشکر میخواییم بهتر کنیم هشتمو. خیلی مخلصیم. یا علی، خداحافظ.